سلام مجدد، خیلی ممنون که به این قسمت دوم پرسش و پاسخ از وبینار اومدین. کسانی که در قسمت اول شرکت کردید بازم ازتون ممنون هستم. یک سری پرسش برای من فرستادن که گویا از جای مختلف فرستاده شده. اولیش قبل از وبینار بوده. حبیب الله گفته با عرض معذرت، وبینار بسیار مزخرفیه، با این کار جایگاه زمانه را در بین مردم ببخشید جایگاه زمانه در بین مردم تنزل پیدا میکنن. خیلی ممنون. ولی خب اول باید نگاش کنید بعد بگید مزخرفه، نمیشه که قبلش بگید. الی از دی سی، چون گفته الی دی سی، شاید منظورش اینه که از واشنگتن دی سیه. اگر امکان دارد لطفاً درباره دلایل بکارگیری واژه‌های مرتبط با دگرباشان جنسی به منظور تحقیر روانی و شخصیتی افراد در زبان عامیانه فارسی نیز صحبت کنید. خب این چون که در مورد وبینار در مورد این بوده که روزنامه‌نگارا چجوری میتونن مسائل مربوط به اقلیت‌های جنسی یا دگرباشان جنسی پوشش بدن، خیلی مسئله زبان و خشونت نبود ها، ولی کن چون به هر حال فرض کن خبرنگار نمیره مثلا بنویسه ایده ای از کونیان نمیدونم چی در فلان جا جمع شده بودن، میدونین؟ یعنی این نوع واژه ها رو که خبرنگارا به کار نمیبرن، ولی عموم این واژه ها مخصوصا واژه هایی که برای مردان همجنسگرا به کار میره، چون در مورد زنان همجنسگرا خیلی کمتر به کار میره. به نظر شخص من و البته به نظر خیلی های دیگه، دقیقاً مربوط به خشونت مفعول واقع شدنه. یعنی فرض بر این هستش که شخصی که مفعول واقع میشه در یک رابطه، مفعول هم تو گیومه بذارین، ادبیات من نیست، ادبیات عام خودش یه نوعی به نوعی توهینه، کسی که مفعول واقع میشه، کسی که مورد دخول قرار میگیره، در مورد زنام این هست، به نوعی در جایگاه حقیرتری قرار داره نسبت به کسی که فاعله و دخول رو انجام میده و مستحق تحقیره. بنابراین واژه هایی مثل ابنه ای، چاقال، نمیدونم کونی، الان حضور ذهن ندارم و چندین واژه دیگه، تحقیر روانی، بله تحقیر روانی، ولی تحقیر روانی بدون ارتباط با مسئله قدرت نیست. یعنی که همیشه مرتبط با این مسئله دخول و قدرت فاعل در تحقیر جنسی مفعول هستش. چون مفعول قراره یک موجود تحقیر شده ای باشه، در زبان فارسی این رو استفاده میکنن برای اینکه به همدیگه فحش بدن. مثلا وقتی طرف چه میدونم داره فوتبال بازی میکنه با رفیقش، میگه بدو دیگه بچه کونی. ها اون بچه کونی اونجا به خاطر این نیست که اون طرف همجنسگراست، به خاطر این هستش که میخواد بگه تو مفعول منی در اون لحظه، یعنی تو تحقیر شده منی. تحقیر روانی و شخصی، خب همه اینا میتونه روی ذهن فردی که فرض کنیم حساس به مسئله یا واقعا قضیه براش هویتیه، گرایش جنسیش، تاثیر بذاره دیگه. همونطور که فحش‌های جنسیتی که به زنا میگن میتونه روشون تاثیر منفی، تاثیر روانی منفی بذاره، فحش‌هایی که تو خیابون مثلا فرض کنیم به زنا میدن به منظور تحقیر روانیشون. در زبان عامیانه فارسی فقط نیست، در تمام زبان عامیانه دنیا مسئله مفعول واقع شدن به نوعی، حالا نه همه جا، از اون حرفای نادقیق نباید آدم بزنه، لاغر در بسیاری از زبان‌ها مثل فرض کن زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان آلمانی تحقیر میشن مفعول‌ها. و خب این مرتبط به مسئله مردسالاری، مرتبط به مسئله پدرسالاری، مرتبط به مسئله قدرت مردانه داشتن آلت جنسی برای دخول به دیگری هستش، و کسی که اونو داره احساس قدرت میکنه، پس میتونه دیگران رو تحقیر کنه. من دیگه نمیدونم چه توضیح بیش از این میتونم بدم، ولی شاید این به درد الی از دی سی بخوره. خیلی ممنون که سوال فرستادین. اوکی، اینا رو معلوم نیست کی فرستادن، نمیدونم، یعنی اسم نداره. در محافل خانوادگی و دوستان در بحث همجنسگرایی زیاد به این نکات و پرسش ها بر میخورم، ممنون میشوم به اینها بپرزی. آها، در غرب خیلی زیاد در مورد همجنسگرایی صحبت میشود، حتی جنبه تبلیغ برای این رابطه پیدا میکند. بله خب ببینید، جنبش های این که مثلا نگه بخوام بگم چی شد که این شد در تاریخ غرب، خودش یه چیز تحلیلی جداست، ولی کن میشه در 5 دقیقه اینطوری توضیحش داد.
به نظر من مسئله به نظر من نه، به نظر تحلیلگران که حالا اسمشون هم فاکتور میگیریم برای اینکه وقت نیست، این مسئله همجنسگرایی با سرمایه‌داری مؤخر با هم مطرح میشن. موقعی که اقتصاد سرمایه‌داری مؤخر تبدیل میشه به یک اقتصاد فرض کن خصوصی و افراد باید میرفتن تو کوچه و خیابون و اینا برای خودشون پول دست پا میکردن، فردیت مطرح شد. همراه با اون مثلا به طور ویژه در آمریکا اگه بخوایم صحبت بکنیم، با جنگ جهانی دوم پیام فرستادن واسه اینکه زنا بیان به ارتش ملحق بشن، زنا به عنوان پرستار، آشپز، خیلی چیزا وارد به متفقین پیوستن برای جنگ. خیلی از این کلوپای همجنسگرا همراه با این اجتماعهایی که در واقع تک جنسیتی بود، هویت یابی و تشکل یابی پیدا کرد. یعنی همدیگر رو پیدا کردن افراد، با هم در مورد گرایشاشون صحبت کردن و مفهوم هویتی پیدا کرد و مفهوم جنبشی پیدا کرد. این که الان جنبه تبلیغ داره معلومه. خب شما فرض کن یه اقلیتی که سالیان سال سرکوب شدن در یک تاریخی، ناگهان تبدیل شدن به، در مثلا 15 سال اخیر تبدیل شدن به نمادی برای آزادی های لیبرال، که خب لیبرالیسم همه کشورهای لیبرال بهش خیلی مفتخرن، یعنی به برتری اخلاقیش اعتقاد دارن. آیا این برتری گیری اخلاقی صرفا یک برتری گیری اخلاقی موجهه؟ نه، تو خیلی چیزا برتر نیستن، ولی به هر حال از نمادهایی برای گرفتن برتری اخلاقی استفاده میکنن. بله، همجنس گرایی و رابطه همجنس با همجنس الان که دیگه همه دولت ها و حکومت ها و اوباما و نمیدونم اولاند و همه دارن ازش حمایت میکنن، مسئله سیاسی شده به مفهوم پارتیزان آن، یعنی در سیاست پارتیزان پارتی های سیاسی مطرح شده و مسئله تبدیل شده به یک بازی تبلیغاتی. ولی این تبلیغاتی بودنش زندگی، تجربه زندگی افراد رو تحت شعاع قرار میده، ضمن اینکه لزوما به بهبودش نمی انجامه. یعنی که باید بدونیم که جنبه سیاسی پارتیزانش ضمن اینکه مرتبط به جنبه فردی زندگیش، این تبلیغاتی شدنش به این مفهوم نیست که الان اوباما و اولاند و اینا همه نشستن منتظرن همه همجنسگرا بشن. مسئله برای سیاست‌های لیبرال مطرح شده. حالا که چرا مطرح شده، خیلی معتقدن بعد از 11 سپتامبر بوده. خانم جاسپر پوار، نظریه پرداز آمریکایی، معتقده بعد از 11 سپتامبر آمریکایی‌ها نیاز داشتن به یک آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، در یورو امریکن کانتکست میگه، یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نیاز داشتن به یک نمادی که خودشون رو فاصله بدن با اسلامگرایان افراطی، خودشون رو فاصله بگیرن با روسایی که کپیتالیسمشون یه جور فرض کن سرمایه‌داری خیلی بدون بازار آزاده، بهش بگیم مافیاییه، ها اینو می‌خواستن برتری اخلاقی بگیرن با این قطبایی که در جهان امروز وجود داشتن. همجنسگرایی خود به خود به دلیل اینکه توسط جنبش‌ها مطرح شده بود، تبدیل شد به نمادی برای لیبرالیسم. بله تبلیغ شده، ولی خب زندگی افراد لزوماً با این تبلیغ بهتر نشده. یعنی هنوز دیگری سازی ها وجود داره، هنوز تراجنسی ها حق و حقوق کافی ندارن، هنوز زنان دو جنسگرا و مردان دو جنسگرا با مشکلات رو برن، هنوز زنان لزبیان به ازای هر یه دلاری که مردا میگیرن، و البته بیشتر زنان هم میتونن 60 سنت میگیرن، هنوز از طبقات فرودست هستن. یعنی اینا چیزایی که مطرحه. به هر حال که اوباما از همجنسگرایی دفاع کنه یا اولاند دفاع کنه یا هر کس دیگه ای تو این سیاست بخواد دفاع کنه، اینا تبدیل نمیشه به زندگی واقعی برای این افراد تا موقعی که این سیاست ها بخواد در واقع مفهوم عملی پیدا بکنه. امیدوارم به جواب سوالتون داشته باشم. فستیوال ها، نمایش خیابانی با برخی حرکات نمایش افراطی تاثیر منفی بر ذهنیت مردم دارد. چه دلیلی برای این افراطی کاری هاست؟ ببینید، در مورد افراد دگرباش جنسی، در مورد همجنسگرایان، دلیل به دیگری شدن، دلیل به حاشیه رونده شدن بدنشونه، میدونی، جنسیتشونه، روی بدنشون نوشته شده. نظریه پردازای حقوق همجنسگرایان برای این باور بودن تا موقعی که این مسئله چون مرتبط به سکسه، چون مرتبط به گرایش جنسیه، چون مرتبط به بدنه، مرتبط به رفتاریه که آدم با بدنش میکنه، اگر این نمایش عمومی داده نشه، اگر نیاد بیرون، اگر این در واقع فراهنجار بازی ها نشون به مردم داده نشه، حق نمیشه گرفته بشه. چون در پستوی خونت تو میتونی هر کاری بکنی. عموم مردم هم چیزی که معمولا میگم، میگم این تو خونتون مثلا هر کاری دلتون میخواد بکنی، چرا اومدین بیرون؟
خب ولی تو موقعی که تو بیرون نمایش نمیتونی حق تو بگیری، چون اون داخل خونت که حق تو نمیخوای، در فضای عمومی حق تو میخوای. داخل خونه آدم هر حقی میتونه داشته باشه، در پستوی نهان هر حقی آدم میتونه داشته باشه. مسئله حق یک مسئله عمومی و در حوزه عمومی مطرحه. و خب مثلا نظریه پرداز معروف تاریخ جنسیت میشل فوکو فرانسوی، تاریخ نگار حالا بگیم، مگه نمیگیم فیلسوف و نظریه پرداز، این توی سان فرانسیسکو مشهور بود. عقلش که عادی، یکی از باوشتن آدمایی بود که زندگی کرده روی این زمین. و ایشون با لباس پشتش برهنه، چجوری بگیم که مؤدبانه باشه؟ میشه اینجوری بگیم مؤدبانه نباشه؟ آره، باسنشو میداخت بیرون میومد، چون من اصلا مشکل ندارم با اینکه بگم واژهای دیگه‌ش هم بگم. خب لباس چرم پوشید، باسنش میداخت بیرون، میومد بیرون. خب احمق که نبود، میدونی دلیل داشت، دلیل سیاسی داشت برای این کارش. دلیل سیاسیش این بودش که مسئله من مسئله گرایش جمنه، من اگر این باسن رو نندازم بیرون نمیتونم حقمو برای دخول به این باسن بگیرم. میدونید؟ یعنی به همین مفهوم واقعی کلمه با افراط مطرح میشد، چون حق به حوزه‌ای برمیگشت که همه تلقی میکنن باید خصوصی باشه. خب امیدوارم جواب خوبی بوده باشه حالا واسه این سوال. به هر حال فستیوال ها رو خیلی ها بهش معتقدن، این روزا معتقدن که میگن خیلی تجاری شده. تجاری شدنش دردسر شده به خاطر اینکه خب تجارت ها اومدن، همونطور که سیاست مدارا مثلا رو دارن استفاده میکنن، کوکاکولا و نمیدونم بانک های مختلف و اینجا آی ان جی تو هلند. شما آی ان جی بزرگترین طرفدار چیزاست، همجنسگره هاست، میکرد بود سرمایدار ترین شرکت هاییه که در سرمایدار ترین کلمه چرتیه، میکرد شرکت های بزرگ سرمایداری در هلنده. خب این بعضی از فعالان حقوق دیگر باشن جنسی مطرح میکنن که ما بدون پول سرمایه‌داران نمیتونیم این حقوق رو بگیریم. بعضی هم میگن این تجاری شدن ما رو تبدیل کرده به کالا واسه بازار سرمایه‌داری. یعنی ما امروز یک کالا هستیم برای بازار سرمایه‌داری و بازار سرمایه‌داری داره از ما مثل کالای تبلیغاتی استفاده میکنه. حالا اینکه چرا این پروسه اتفاق میفته، این پروسه که به هر حال آدما خارج از این ایدئولوژی ها نیستن، آدما خارج از سرمایه‌داری، خارج از سرمایه‌داری نیولیبرال، خارج از لیبرالیسم نیستن، آدما در درون این گفتمان ها زندگی میکنن، به تبع باید یا با اینا همراه بشن یا نشن. خب افراط و هوار و جنجار در مورد هر مرسه باعث زده شدن بیشتر مردم میشود. خب من مامان من بس وقتی ما خیلی عدس مارس میکنم که سرتو بزن این پات بکنه هوا، حالا مردم مگه ناراحت میشن سرشون بکنن زمین پاشونو بکنه هوا، چیکار کنن؟ اینا باید حق و حقوقشون رو بگیرن. میدونی یعنی واقعا زده شدن مردم مطرح نیست اینجا، مطرح اینجا تو که نمیخوای در واقع برای حق گرفتنیش با مهربون بازی و لوس بازی و این حرفا میشه مثلا فرض کن مبارزه منفی کرد، کارهای مختلف کرد، ولی حق رو باید نهایت گرفت. و حق وقتی به حوزه مسئله جنسی و جنسیتی میرسه چیزی نیستش که بخوای با ساز عرف بره باهاش برقصی، چون ساز عرف مدت ها دیگری سازی کرده و خیالم نداره این دیگری سازی رو نکنه. اگر ما به این موضوع به عنوان یک مسئله طبیعی نگاه میکنیم، چه لزومی دارد در این همه درباره هم بنویسیم؟ والا لزومی که دارد که برای همه در موردم بنویسیم و بگوییم ربطی به لزوما به طبیعی بودن یا نبودنش نداره. باز برمیگرده به مسئله عدالت و حق، یعنی اینکه آیا این افرادی که دگر باش جنسی کردن، افرادی که دگر باش جنسی هستن، نالا یا همجنسگرا هستن، دو جنسگرا هستن، هر کدوم از این گوناگونی ها هستن، نیاز به سری حقوق دارن که بدون که در موردش بنویسن نمیتونن حقوق بگیرن. بدون بیان مشکل که نمیشه مشکل حل کرد، باید بیان بشه، کارش نمیشه کرد. اوخی بهتر نیست از واژه‌های تراجنسی و فراجنسی به جای میان جنسی اینا چیزای اوکی یه بار دیگه اینو میخورم، بهتر نیست از واژه‌های تراجنسی و فراجنسی به جای واژه میان جنسی استفاده کنیم. آخه اینا هر کدوم تراجنسی و فراجنسی یه چیز، ولی میان جنسی یه چیز دیگر رو داره توضیح میده، اینا با هم فرق دارن. تراجنسی و فراجنسی که ترانسکشوالیتی ترجمه شده در به زبان لاتین توضیح کسی هستش که جنسیت بیولوژیک در بدو تولد هر چی براش انتخاب شده یا بهش اطلاق شده باش راضی نیست، به دنبال جنسیت و اندام جنسی دیگری هستش. یعنی کسایی هستن که مثلا شاید به دنبال عمل تغییر جنسیت باشن یا هورمون تراپی باشن. میان جنسی خب اینترسکشوال کسی که از بدو تولد با ابهام جنسیتی به دنیا آمده، یعنی نه بیولوژی دکتر وقتی درش آورده از شکم مادرش نمیتونسته بگه این زنه یا مرده،
انواع اقسام چیزی که تو فارسی میگن هرمافرودایت که انواع مختلف داره بستگی به اینکه کروموزوم ایکس و وای شما چه جور به هم وصل شده باشن. اینا در توصیف دو تا مفهوم متفاوت و دو جور زیست متفاوتن، بنابراین دو تا واژه متفاوت براش لازمه. مهروز گفته اسلاید های وبینار رو از کجا میشه به دست آورد؟ منتشر میشه؟ منتشر شاید بشه، نمیدونم، ولی به هر حال سازمان کمیسیون بین‌المللی حقوق زنان و مردان همجنسگرا ایگل هرک پرژن اینا رو در وبسایتشون در یک خیلی بیشتر از اینا، البته اینا در وبسایتشون جزوه های آموزشی که به خبرنگاران اینها رو آموزش بده وجود داره، میتونید ازش استفاده کنید. کلمه همجنسگرا درست تر است یا کلمه همجنس خواه؟ والا دیگه خیلی من آخوند کردید اینجا، من الان باید تصمیم بگیرم چی درسته چی درست نیست. ببینید اینا همه در توصیف یک پدیدن، رابطه همجنس با همجنس و هویتی بودنش. بپرسید از طرف، ببینید خودش داره به خودش چی میگه. از من میپرسید، من حتی به نظر من همجنس پاس با وجود اینکه در واقع عرف زبان فارسی برای تحقیر استفاده میشه، اگر شما برای تحقیر استفادهش نکنید تحقیر نیست. یعنی مثلا اگر من به کسی بگم همجنس باز، فرض کنید مثلا ما تو واژه فارسی داریم عشق باز، عشق بازی داریم، نه اینا، این لزوما این باز نیست که توهینش میکنه، چیزی که توهینش میکنه مفهوم توهین آمیز بهش اطلاق کردنه. یعنی به هر حال شما هر کدوم خودتون دوست دارید استفاده کنید. همجنس گرا دلالت در گرایش به مفهوم هویتیش داره، همجنس خواه میتونه کسی باشه که لزوما گرایش و هویتی نمیبینه، بلکه فقط یک نوع خواهش یا نیاز یا خواستن جنسی میبینه. اینا چیزایی که دیگه باید خودتون تصمیم بگیرید که دقیقاً میخواین چه چیزی بگید. تفاوت میان تراجنسی ها و میان اینو فکر کنم محروز دو بار فرستاده، قبلا بهش جواب دادیم، یادا اینو جواب دادیم، اینو جواب دادیم. یکی دیگه اگر برخی دگر باشان اندامهای جنسی خود را به نمایش می‌گذارند تا حق خصوصی و شخصی خود را مطالبه کنند، با این کار آیا آن را اجتماعی و عمومی نمی‌کنند؟ اگر شخصی است چرا باید عمومی مطرح شود؟ جنبش زنان همیشه میگم هر چی سخت شخصی عمومی هم هست. یعنی موقع زنان رو توی خونه کتک می‌زدن، بهشون خشونت میکنه، خشونت خانگی، بعد میگفتن این مسئله امر شخصی است. یعنی خشونت که در خانه مثلا اتفاق میفته، اوه تکون خوردم، نه تکون میخورم، ببخشید، امر شخصی است. ولی خب نه، هر چی شخصی است. معمولا جنبش های حقاهی چه نژادی باشه، چه نمیدونم مسئله قومیتی باشه، چه جنسی باشه، این مسئله شخصی عمومی همیشه مطرحه. اون چیزی که شخصی همیشه عمومیه. برای اینکه تو حق شخصی بگیری در مورد همجنسگرا، برای که تو حق بگیری که بچه تو بری ببینی، وقتی که مثلا دو تا زن هم بعد هم حامله شدن با هم بچه دار شدن، یکی مادر بیولوژیک حساب میشه، یکی مادر بیولوژیک حساب نمیشه. بچه مریض میشه، فقط مادر بیولوژیک حق داره، مادر غیر بیولوژیک مثلا تو بیمارستان راه نمیدن. خب برای که بتونی بچه تو ببینی، دلیلی که تو حذف شدی از اون در واقع حوزه عمومی، مسئله اندام جنسی و کاریه که با اون اندام جنسی میکنی. بنابراین این اندام جنسی مرتبط مستقیم به اون حقی که در حوزه عمومی به تو از تو سلب شده، پس مجبوری نشونش بدی. یه نه که عالم همه که نمیرن آلت هوا کنن همه جا. خب یعنی در واقع در سطوح مختلف مردم کنشگرا برخوردهای متفاوت با همین بدنشون مسئله. اونهایی که اندام جنسیشون رو هوا میکنن به جد بر این مسئله تاکید دارن که آنچه که شخصی است عمومی هم هست. ای وای، باز سوال شد، تموم شد. 5 دقیقه فرصت دارم دیگه سوال نیست. نه دیگه هم سوال نیست. خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم از رادیو زمانه و از ایگال هرک برای همه زحماتی که برای این وبینار کشیدن. ممنون.